این زاویه باید توی یک رنج معینی باشه و اگر از این رنج بالاتر باشه میتونه حالت وینچی توی آسانسورهای کششی ایجاد بکنه آره درست صد زدی میخوام درباره زاویه آلفا توی آسانسورهای کششی با حرف مهندسی مهندسین عزیز چطوری سلام به شما میخوام درباره زاویه آلفا گپ بزنیم زاویه آلفا دقیقا همون زاویه‌ای که سیم ها روی فرکه اصلی آسانسور نشستن بهش زاویه نشست سیمبوکسل روی فلکه اصلی هم میگه خب این زاویه توی های آسانسور یکی از اون زاویه های خیلی مهم و حیاتیه چرا چون زاویه آلفا تاثیر بسیار قوی توی حد اکثر نیروی کششی که توی سیم ایجاد میشه رو برای ما داره اگر فرض بکنیم که تی یک کششی باشه که از سمت کابین آسانسور به نقطه شروع نشست سیمبوکسل روی فلکه اصلی آسانسور و دو دقیقا ف... اه... کشش و نیروی باشه که توی نقطه انتهایی نشست سیمبوکسل داخل سیمباکسل ها وجود داره حالا نیروی کششی که پولی آسانسور و فلکه اصلی آسانسور داره توی سیم ها ایجاد میکنه میشه اختلاف T1 و T2 تصور کرد حالا این نیروی کشش اگر زیاد باشه چه اتفاقی میفته سیم ها روی فلکه اصلی آسانسور هم باید سر بخورن هم نباید سر بخورن پس اون حد اکثر نیروی کششی توی سیم ها باید تنظیم بشه و زاویه آلفا باید محاسبه بشه چرا نباید نیروی کشش سیم ها روی فلکه اصلی موتور از یه حدی نباید بیشتر بشه مواقعی که کابین یا کادر وزنه روی بافر یا ضربگیر کف چاه نشستن نیروی کشش نباید اونقدر باشه که کابین یا کادر وزنه رو بتونه از جای خودش بلند بکنه که به اصطلاح به این حالت میگن حالت وینچ کردن یعنی نباید از وزن کابین یا کادر وزن نیروی کشش ما بیشتر باشه و بتونه حتی برای یک لحظه هم که شده کابین یا کادر وزنه رو وینچ کنه و به سمت بالا بکشه بدون اینکه سمت دیگه حرکت بکنه توی این موارد سیم باید کاملا سر بخوره روی فلکه کششی سانسور اما از اون طرف هم نباید از این حدی کمتر باشه در واقع وقتی که بار داره توی کابین اضافه میشه مثلا مواقعی که نفرات دارن میرن داخل کابین نیروی کشش سیم باید به حدی باشه که سیم بوکسل روی فلک اصلی آسانسور روی این مواقع هیچ تکونی نخوره یا تو مواقعی ترمز گرفتن و حرکت کردن محاسبه زاویه آلفا به چه صورته الان بهت میگم زاویه آلفا با این فرمولی که داریم میبینی محاسبه میشه آلفا تو این فرمول همون زاویه آلفا یا همون زاویه نشست سیم بوکسل روی شیار فلک است پارامتر ال کوچیک فاصله افقی مرکز تا مرکز شفت هرزگرد و شفت فلکه اصلی موتور آسانسور فاصله اچ ای هم فاصله عمودی این مقداره یعنی فاصله عمودی که ش... مرکز شفت فلکه هرزگرد مو مرکز شفت فلکه اصلی آسانسور داره آر اس هم شعاع فلکه اصلی آسانسور ماست و آر پی شعاع فلکه هرزگرد خب این فرمول یکم پیچیده به نظر میاد و ممکنه که محاسبات توش طولانی بشه برای راحت تر شدن و تسریع فرآیند محاسبه زاویه آلفا میایم تقریبا شعاع فلک هرزی و شعاع فلک اصلی آسانسور رو تقریبا مساوی در نظر میگیریم و پارامتر آر اسمن های آر پی رو صفر در نظر میگیریم چه اتفاقی میفته وقتی که این پارامتر صفر بشه معادله ساده میشه و به این معادله که داریم میبینی منتهی میشه حالا زاویه آلفا این نیست زاویه آلفا 180 منهای فیه یعنی این زاویه ای که داخل سینوس قرار داره که اگر بخوایم آلفا یک طرف تنها باشه فرمول دقیقا به این صورت در میاد زاویه آلفای ما توی آسانسور هایی که ظرفیت خیلی بالایی ندارن و سیستم تعلیقشون سیستم یک که معمولا 135 درجه است و زاویه 135 درجه و حدود این زاویه معمولا توی سیستم تعلیق های یک به و آسانسور های معمولی رایت میشه مهندس عزیز زاویه آلفا تاثیر مستقیم روی نیروی کشش سیمبوکسل داره چه پارامترهای دیگه ای میتونه روی این حد اکثر نیرویی که پولی آسانسور میتونه در واقع سیمبوکسل های ما رو بکشه میتونه مؤثر باشه برام زیر این پست کامنتش بکن و اگر نمیخوای جواب این سوال رو بدی به من بگو که زاویه آلفا رو خوب متوجه شدی یا نه اگر خوب توضیح ندادم بنویس که خوب توضیح ندادیم و متوجه نشدم تا توی کامنت ها با هم صحبت بکنیم مهندس عزیز اگر تازه وارد کانال من شدی و ویدیوهای من رو تازه داری دنبال میکنی از این گزینه بالا میتونی پیج من رو فالو کنی و توی یوتیوب میتونی کانال من رو سابسکرایب کنی